درود بر شما. به قسمت 25 دلاوران گمنام ایران در جنگ با روسیه تزاری رسیدیم. نویسنده این کتاب میگه منظور از نوشتن این کتاب ذکر تاریخ پیکارهای روسیه و ایران در دوره سلطنت فتلی‌شاه نیست، چون آن تاریخ به تعداد زیاد موجود است و هر کس میتواند با مراجعه به هر کتابخانه یک مجموعه از تاریخ پیکارهای روسیه و ایران را در دوره فتلی‌شاه به دست بیاورد. اما آنچه نویسنده را وادار به نوشتن این کتاب کرده است، نشان دادن غیرت و فداکاری ایرانیان در آن پیکارها و معرفی وطن پرستان جانبازی است که در تواریخ ما نامشان نیست. یا اینکه نویسندگان تاریخ اسمی از آنها ذکر کرده با سرعت گذشتند. بعد از اینکه عهدنامه گلستان بین ایران و روسیه منعقد شد، تا مدتی صلح بین طرفین برقرار بود. اما مسلمان ها در آن قسمت از ولایات قفقازیه که به موجه عهدنامه گلستان منضم به روسیه شده بود، از طرف حکام روسیه تزاری در فشار قرار می گرفتند و همه می دانند که آن مسلمان ها قبل از پیمان گلستان از اتباع ایران بودند. در سال 1825 میلادی مطابق با سال 1241 هجری قمری در ایران دو واقعه غیر از وقایع روزانه که در هر کشور پیش می آید اتفاق افتاد. اول اینکه به مناسبت گذشتن 30 سال از سلطنت فتلی‌شاه که مردم ایران آن مدت را یک قرن می دانستند، سکه‌ای به اسم او ضرب کردند و نامش را قران گذاشتند، یعنی کسی که یک قرن بر او گذشته و در آن مدت از تمام بلیات معصوم بوده است، و عنوانی جدید به شکل صاحب قران بر عنوان سابق فتلی‌شاه که خاقان کشورستان بود افسوده شد. واقعه دوم که در آن سال روی داد، تجدید پیکارهای ایران و روسیه بود و در آغاز پیکارها ایرانیان از موفقیت برخوردار بودند و یک سپاه از نیروی ایرانیان به فرماندهی اسماعیل میرزا که در آن تاریخ 40 سال از عمرش می‌گذشت، خود را به منطقه ارباب وردی نزدیک بادکوبه رسانید. در آنجا اسماعیل میرزا شنید که فرمانده نیروی تزاری در بادکوبه قصد دارد آن شهر را تخلیه کند و عقب نشینی نماید. اما چون آنچه فرمانده سپاه ایران شنید یک اطلاع افواهی بود، دو تن از سربازان خود را به اسم باباوش و اوجه که به خوبی از اوضاع محلی مستظر بودند فرستاد که به بادکوبه بروند و بفهمند که فرمانده نیروی تزاری در بادکوبه کیست و شماره پادگان و سواران و توپهایش چقدر می باشد و آیا قصد دارد که بادکوبه را تخلیه نماید یا نه، و توصیه کرد که آن دو نفر به سرعت به ارباب وردی مراجعت نمایند. در شهر بادکوبه اوجه تا آنجا که توانست تحقیق کرد، اما نه موفق شد به اسم فرمانده نیروی تزاری در آن شهر پی ببرد و نه دانست که چند سرباز تزاری در آن شهر هست و چند عرابه توپ دارند، تا اینکه به یک دکان نانوایی بزرگ رسید که فقط برای سربازان روسیه نان میپخت و چشم اوجه به مقدار زیادی از نان افتاد و از دکاندار پرسید مگر شماره سربازان تزاری در بادکوبه چقدر است که این همه نان برای آنها میپزید؟ دکاندار گفت 12,000 سرباز تزاری اینجاست با 15 عرابه توپ و غیر از این نانها که میبینی یک نوع نان دیگر هم پخته میشود که سیاه رنگ است و سربازان تزاری آن نان را بیش از نان سفید دوست دارند. اوجه پرسید آیا این نانوایی میتواند برای 12,000 نفر نان بپزد؟ دکاندار گفت از صبح تا مدتی از شب گذشته مشغول پختن نان هستیم و کارگران نانوایی حتی برای نهار خوردن فرصت ندارند که ساعتی کار را تعطیل کنند. اوجه میل داشت وارد نانوایی بشود و تنوری را که جای پختن آن نانهای زیبا بود ببیند، ولی چون سربازان تزاری مشغول خارج کردن نان از نانوایی و انتقال به گاری بودند، ترسید که وارد نانوایی شود و از دکاندار پرسید آیا میتوان وارد سربازخانه اینها شد؟ دکاندار پرسید برای چه میخواهی وارد سربازخانه آنها شوی؟ اوجه گفت کاری ندارم و فقط پرسیدم که آیا میتوان وارد سربازخانه شد یا نه؟ دکاندار گفت هیچ کس را به آنجا راه نمی دهند و در شب اگر کسی بخواهد وارد سربازخانه شود به قتل می رسد. مهازا اوجه به طرف سربازخانه رفت تا اینکه ببیند چقدر وسعت دارد، اما نتوانست به آن نزدیک شود زیرا یک نگهبان خارجی به او اشاره کرد که برگردد.
و اوجه صلاح را در آن دید که اطاعت نماید تا اینکه هدف تیر قرار نگیرد. دیدیم یکی از اطلاعاتی که اسماعیل میرزا از فرستادگان خود می‌خواست این بود که تحقیق کنند که اسم فرمانده نیروی تزاری در بادکوبه چیست. آنها از هر کس که پرسیدند نتوانست جواب بدهد. مردم به مناسبت این که با سربازان تزاری داد و ستد می‌کردند اسم بعضی از افسران جز را می‌دانستند، ولی از اسم فرمانده کل بدون اطلاع بودند. حتی اسم افسران را هم نمی‌دانستند، چون افسران برای خرید کالا به سوداگران مراجعه نمی‌کردند و شأن آنها برتر از آن بود که برای خرید کالا به سوداگران مراجعه نمایند. و در دوران تزارها افسران ارتش همه از اشراف بودند و کسی غیر از اشراف به درجه افسری نمی‌رسید. اما افسران جز از بین سربازانی انتخاب می‌شدند که سابقه خدمت طولانی داشتند و ابراز لیاقت می‌کردند. بابا وش و اوجه ادامه توقف خود را در بادکوبه بیفایده دانستند و اسماعیل میرزا هم گفته بود که زود مراجعه نمایند. لذا با همان اطلاعات محدود از بادکوبه خارج شدند و در ارباب وردی به حضور اسماعیل میرزا رسیدند و گزارش ماموریت خود را دادند. اسماعیل میرزا از شماره سواران پرسید و آن دو نتوانستند که شماره سواران را بگویند و اظهار کردند که نتوانستند به سربازخانه نزدیک شوند. اسماعیل میرزا از شماره نانهایی که در نانوایی تبخ میشد دریافت که رقم 12,000 نفر نباید زیاد مقرون به اغراق باشد. اما تعجب میکرد فرمانده تزاری که در بادکوبه 12,000 سرباز دارد چرا عقب نشینی میکند؟ 12,000 سرباز با توجه به سپاه اسماعیل میرزا یک نیروی بزرگ به شمار میامد و فرماندهی که آن عده سرباز و 15 توپ دارد به قاعده در قبال سپاه او عقب نشینی نمی نماید، مگر اینکه قصدی مخصوص داشته باشد. اسماعیل میرزا که ادامه توقف خود را در ارباب وردی بدون فایده دید فرمان حرکت سپاه را صادر کرد و مرتبه دیگر سربازان ایرانی به حرکت در آمدند تا اینکه به سرایی رسیدند. مسافرینی که با کاروان مسافرت می‌کردند وقتی به سرایی می‌رسیدند می‌دانستند که آنجا آخرین منزل قبل از رسیدن به بادکوبه است و اگر روز بعد صبح زود به راه بیفتند هنگام عصر به بادکوبه خواهند رسید. رفتن اسماعیل میرزا به سرایی فقط برای این بود که بتواند راجع به نیروی تزاری در بادکوبه بیشتر تحقیق کند. منطق جنگ به او میگفت که فرماندهی ارتش تزاری نباید در بادکوبه 12 یا 15,000 سرباز و 15 عراب توپ داشته باشد و سوداگران بادکوبه شاید اغراق گفتند. نانهایی که در نانوایی تبخ میشد قرینه ای بود برای شماره سربازان. اما اوجه به چشم خود نانهای سیاه را ندید و فقط شنید که هر روز در آن نانوایی مقدار زیادی نان سیاه برای سربازان تبخ میشود. دیگر اینکه اسماعیل میرزا میدانست که در ارتش تزاری نانهای سفید و سیاه را ذخیره میکنند و یک مقدار نان سفید و سیاه پیوسته در ذخیره هر سپاه است تا در مناطقی که نان نیست یا تنور وجود ندارد که ارتش با آرد خود نان بپزد افسران و سربازان بی‌نان نمانند. وقتی اسماعیل میرزا وارد سرایی شد یک کاروان که از بادکوبه میآمد تا اینکه به گرجستان برود وارد سرایی شده بود. اسماعیل میرزا فرستاد تا اینکه کاروان سالار را نزد او بیاورند. کاروان سالار مثل اکثر چهارپاداران آن دوره که در قفقازیه کار میکردند اهل قره‌باغ بود و مردی سالخورده به نظر میرسید، اما مثل تمام چهارپاداران آن عهد بنیه‌ای نیرومند داشت و مسافرت و راهپیمایی دائمی و خوردن غذاهای سالم و مقوی چهارپاداران را تا آخر عمر قوی نگاه میداشت. دو سرباز از طرف اسماعیل میرزا رفته بودند که کاروان سالار را بیاورند و مشاهده کردند که چهارپاداران نزدیک آتش نشستند و کنار آتش چند ظرف فلزی قرار گرفته که به ظاهر ظرف غذا پختن می باشد اما دیگ نیست. بعد دیدند که چهارپادارها آن ظرفها را بر می دارند و از لوله ظرف یک مایع قرمز رنگ را در پیالهی می ریزند و می نوشند. کاروان سالار هم مشغول نوشیدن آن مایع قرمز رنگ بود. سربازهای ایرانی تا آن روز آن منظره را ندیده بودند و از چهارپاداران پرسیدند این چیست که می نوشید و آنها در جواب گفتند چای است و پرسیدند آیا آدمی را سیر می کند؟ چهارپاداران گفتند نه،
ولی خستگی را رفع می کند. سربازها به اتفاق کاروان سالار نزد اسماعیل میرزا رفتند و فرمانده سپاه ایران برای اینکه از کاروان سالار دلجویی کند به او اجازه نشستن داد و برای شروع تحقیق از او پرسید اسمش چیست و به کجا می رود و چه بار دارد و چند مسافر با آن کاروان سفر می کنند و مقصد آنها کجاست و غیره. بعد از این مقدمه پرسید آیا هنگامی که تو در بادکوبه بودی قشون تزاری به تو نگفت که اسب و قاطر تو را برای حمل بار قشون کرایه می کند؟ کاروان سالار گفت نه. اسماعیل میرزا پرسید در موقع توقف در بادکوبه آیا تو با قشون تزاری تماس داشتی؟ کاروان سالار جواب منفی داد. آنگاه اسماعیل میرزا گفت تو یک مرد باهوش به نظر میرسی و آیا میتوانی به من بگویی که قشون تزاری در بادکوبه چند سرباز دارد؟ کاروان سالار گفت من علاقه ای نداشتم تا اینکه بفهمم که قشون تزاری در بادکوبه چند سرباز دارد. این جواب نشان میداد که حدس اسماعیل میرزا راجع به اینکه کاروان سالار مردی باهوش میباشد درست بود و یک مرد بیهوش نمیتوانست آن جواب را بدهد. اسماعیل میرزا گفت تصدیق میکنم که تو علاقه ای نداشته ای که بدانی قشون تزاری در بادکوبه چند سرباز دارد، اما بسیار اتفاق میافتد که انسان بدون این که به چیزی علاقه داشته باشد راجع به آن اطلاع به دست میآورد. و آیا در بادکوبه به تو نگفتند که شمار سربازان تزاری در آنجا چقدر است؟ کاروان سالار گفت یک روز شنیدم که دو نفر با هم صحبت میکردند و یکی از آنها گفت 100,000 سرباز تزاری در بادکوبه است. اسماعیل میرزا گفت این حرف درست نیست و 100,000 سرباز خیلی زیاد می باشد و عقل قبول نمی کند که قشون تزاری در بادکوبه 100,000 سرباز داشته باشد. و آیا فکر کرده ای که 100,000 سرباز چقدر خاروبار می خواهد؟ کاروان سالار گفت به من چه که این فکر را بکنم و مردی هستم چارپادار و اگر می خواهید از من چیزی بپرسید راجع به کارهای خودم سوال کنید. اسماعیل میرزا فهمید که آن گونه جواب دادن هم ناشی از هوش آن مرد است و نمیخواهد چیزی بگوید که برای او تولید زحمت کند و گفت آسوده خاطر باش که من نمیخواهم تو را اذیت کنم و اگر آنچه میدانی به من بگویی انعامی هم به تو خواهم داد. کاروان سالار گفت خیلی میل داشتم که چیزی میدانستم و به شما میگفتم تا اینکه از شما انعام بگیرم، ولی نمیدانم و شما فکر کنید یک چارپادار مثل من از کجا میتواند بفهمد که قشون تزاری در بادکوبه چند سرباز دارد؟ رفتن اسماعیل میرزا به سرایی فقط برای این بود که بتواند راجع به نیروی تزاری در بادکوبه بیشتر کسب اطلاع کند. منطق جنگ به او میگفت فرماندهی ارتش تزاری نباید در بادکوبه به 12 یا 15,000 سرباز و 15 عرابه توپ داشته باشد و سوداگران بادکوبه شاید اغراق گفتند. اسماعیل میرزا پرسید آیا بین مسافرین قافله تو کسانی هستند که از این موضوع مطلع باشند؟ کاروان سالار گفت نمیدانم و این موضوع را از هیچ یک از آنها نپرسیدم و اگر میل دارید خودتان بپرسید. اسماعیل میرزا فرستاد که چند نفر از مسافرین را بیاورند و با حضور کاروان سالار از آنها راجع به شمار سربازان تزاری در بادکوبه پرسش کرد و آنها هم نتوانستند جواب درست بدهند و بعضی از آنان مثل کاروان سالار میگفتند که شمار سربازان تزاری 100,000 نفر است و بعضی میگفتند که 10,000 نفر میباشد. با تمام تجربه هایی که ایرانیان در دوره اول جنگ تزار و فتلیشا به دست آورده بودند، وقتی دوره دوم جنگ بعد از 14 سال متارکه شروع شد، ارتش ایران همچنان وسیله کسب اطلاع نداشت. برای اینکه فاقد سازمانی بود که بایستی کسب اطلاع کند و از این جهت فاقد آن سازمان بود که فتلیشا موافقت نمی کرد که بودجه آن سازمان را تامین کند. سر چارلز مک‌گریگور انگلیسی که در سال 1859 میلادی در ایران سیاحت کرده و سیاحت نامه‌ای باقی گذاشته می گوید ایران فاقد سازمان کسب اطلاعات است. بنابراین تقریباً 40 سال بعد از آغاز دوره دوم جنگ تزار با فتلیشا باز هم ایران فاقد سازمان اطلاعات بوده است و فتلیشا در دوره خود نه فقط موافق نبود که بودجه‌ای برای یک سازمان اطلاعات در نظر بگیرد، بلکه حاضر نبود که برای هیچ سازمان بودجه‌ای تعیین کند و آموزگاران فرانسوی و انگلیسی که به ایران آمدند میگفتند که ایران باید دارای سازمان‌های اداری دائمی دارای بودجه بشود، اما فتلیشا نمیپذیرفت و میگفت
هر چی می‌خواهند تأسیس کنند، به وجود بیاورند، به شرط اینکه برای من تولید خرج نکنند. این است که وقتی دوره دوم جنگ تزار با فتلی‌شاه شروع شد، ایرانیان هیچ اطلاع از چند و چون قشون تزاری در قفقازیه نداشتند و رؤسای قشون برای کسب اطلاع مجبور می‌شدند که مثل اسماعیل میرزا از روستاییان و چارپاداران و مسافرین عادی بپرسند که شمار سربازان فلان سپاه تزاری چند نفر است. در همان موقع رؤسای نظامی ایران می دانستند که وجود یک سازمان برای کسب اطلاعات ضرورت دارد و به خوبی می فهمیدند که یک قشون باید از چند و چون قشون حریف اطلاع داشته باشد. اما فتلی‌شاه موافقت نمی کرد که بودجه‌ای برای آن کار تخصیص دهد. بعضی از اوقات بخت با بعضی از رؤسای جنگی ایرانی موافقت می کرد و می توانستند اسیری به دست بیاورند و از او راجع به چند و چون قشون حریف کسب اطلاع کنند. و در مواقع دیگر چاره‌ای نداشتند جز آنکه به اطلاعات روستاییان و چارپاداران و مسافرین اکتفا کنند و آنچه آنها می‌گفتند فقط شایعات بود و اکثراً توأم با اغراق. وقتی اسماعیل میرزا چارپادار و مسافرین را مرخص کرد، دو نفر از افسرانش با یک پیاله چای رسیدند و آن را مقابل اسماعیل میرزا نهادند. فرمانده سپاه ایران پرسید این چیست؟ و افسران گفتند این چیزی است که چارپاداران می نوشند و می گویند که اسم آن چای است و باید آن را با قند نوشید. اسماعیل میرزا جرعه‌ای از آن نوشید و گفت این دوا می باشد و قابل نوشیدن نیست. و سپس گفت به تمام افسران بگویند که نزد وی بیایند، زیرا می خواست مبادرت به مشورت نماید. بعد از اینکه افسران جمع شدند، اسماعیل میرزا گفت از اطلاعات ناقص و افواهی که به دست آورده ایم فهمیده می شود که قشون تزاری در بادکوبه از 10 تا 15 هزار سرباز و چندین عرابه توپ دارد. در همین حین، در حالی که اسماعیل میرزا در سرایی بود، دو تغییر در فرماندهی نیروی تزاری در قفقازیه روی داد. اول اینکه الکساندر یرملوف فرمانده کل نیروی تزاری در قفقازیه به پایتخت احضار گردید و به جای او جنرال پسکوویچ فرمانده کل نیروی تزاری در قفقازیه شد. دوم اینکه جنرال مدودوف که تحت فرماندهی جنرال یرملوف به انجام وظیفه مشغول بود و در تاریخی که در دست داریم حاکم نظامی قره‌باغ و شیروان به شمار می آمد، به پایتخت احضار شد و به جای او جنرال ایخسوف حاکم نظامی قره‌باغ و شیروان گردید. این دو تبدیل در ایران انعکاس پیدا نکرد و بعد از اینکه ایرانیان مطلع شدند که فرمانده کل نیروی تزاری در قفقازیه تغییر کرده و جنرال پسکوویچ جانشین جنرال یرملوف گردید، برای آن قائل به اهمیت نشدند. در صورتی که حکومت تزاری با این دو تغییر می‌خواست کار جنگ را یکسره کند و جنرال پسکوویچ مأمور بود که تسریع نماید. می‌گویند پسکوویچ بعد از اینکه فرماندهی نیروی تزاری در قفقازیه را به دست گرفت، مثل یرملوف مرکز ستاد خود را در تفلیس قرار داد. اما نه از آن جهت که تفلیس کرسی گرجستان بود، بلکه از آن جهت که حمام‌های آب گرم داشت. اسماعیل میرزا به طوری که گفتیم افسران خود را برای مشاوره جمع کرد و وضع قشون تزاری در بادکوبه تا آنجا که اطلاع داشت با آنها گفت و پرسید اکنون چه باید بکنیم و آیا برای اشغال بادکوبه برویم یا اینکه مراجعت کنیم یا در اینجا بمانیم و از عباس میرزا کمک بخواهیم. شق اخیر که از طرف اسماعیل میرزا پیشنهاد شد دور از منطق بود. اسماعیل میرزا که خود از وضع قشون تزاری اطلاع نداشت، تصور میکرد که قشون تزاری از وضع او اطلاع ندارد. در صورتی که محال بود قشون او مدتی در سرایی بماند و قشون تزاری در بادکوبه از حضور قشون او در آنجا مطلع نشود. افسران قشون گفتند ما نمیتوانیم در اینجا توقف کنیم، برای اینکه این قصبه آنقدر ظرفیت ندارد که بتواند خاروبار و علیق ما را فهمین کند و باید از اینجا به بادکوبه برویم یا مراجعت کنیم. خطر مکشوف شدن یک سپاه ایرانی در سرایی از نظر آنها نیز پنهان ماند و فکر نکردند که فرمانده قشون تزاری در بادکوبه به طور حتم از وجود آن قشون اطلاع حاصل خواهد کرد. اگر تا آن روز فرمانده ارتش تزاری در بادکوبه از حضور یک سپاه در سرایی اطلاع حاصل نکرد، از این جهت بود که مسافرین روستایی که از سرایی به بادکوبه می رفتند هیچ نوع تماس با افسران و سربازان تزاری و نه با سوداگران بادکوبه که به آنها کالا می فروختند نداشتند.
اگر آنها حتی با سوداگرانی که طرف معامله با قشون تزاری بودند تماس می داشتند، فرمانده قشون تزاری از حضور یک سپاه ایرانی در سرایی مطلع شده بود. امروز ما می فهمیم که رفتن اسماعیل میرزا به سوی بادکوبه یک اشتباه بوده و روسیه در بادکوبه یک سپاه قوی داشت. اول کسی پوشیده نیست که در جنگ اشتباه کردن خطرناک است، ولی آن مرد وسیله ای نداشت تا اینکه بفهمد وضع بادکوبه چگونه است. بر اثر نداشتن اطلاع مدتی وقت خود را برای یک راهپیمایی جنگلی بیفایده تلف کرد و قشون را در معرض خطر قرار داد و برای مراجعت هم در محضور معنوی قرار گرفت. چون افسران از خود می‌پرسیدند او که توانایی اشغال بادکوبه را نداشت، نبایستی ما را به اینجا بیاورد. اسماعیل میرزا حس می‌کرد که افسران در باطن او را مورد نکوهش قرار می‌دهند، اما چون یک فرمانده مجرب بود ترجیح می‌داد که وی مورد ملامت قرار بگیرد، اما قشون خود را در یک جنگ خطرناک دچار خطر نابودی نکند. و باز مانند تمام رؤسای مجرب قشون، بهتر آن بود که با افسران خود مشورت نماید و بدون سوابدید آنها تصمیمی نگیرد. افسران توقف در سرایی را جایز ندانستند و گفتند باید از آنجا رفت. بعد بحث شد که آیا به بادکوبه بروند یا از راهی که آمدند مراجعت نمایند. رفتن به بادکوبه را به صلاح ندانستند، چون قشون ایرانی نسبت به قشون تزاری ضعیف بود و معدوم می شد. ناگزیر رأی بر این قرار گرفت که مراجعت نمایند. بازگشت بدون عکس نتیجه هم صورتی نیکو نداشت. یکی از افسران گفت ما یک وظیفه به خصوص داریم و یک وظیفه کلی. وظیفه خصوصی ما این است که بادکوبه را اشغال کنیم و می دانیم که اینک از عهده این کار بر نمی آییم. اما وظیفه کلی ما این است که هر نقطه را که در دست قشون تزاری می باشد پس بگیریم. اسماعیل میرزا پرسید کجا را باید پس بگرفت؟ آن افسر گفت ما می توانیم به جای بادکوبه جورات را اشغال کنیم. جورات بندری بود واقع در شمال بادکوبه و اسماعیل میرزا گفت شاید بندر جورات در حال حاضر خالی از قشون تزاری باشد، ولی ما نمی توانیم که بدون احتیاط جورات را اشغال کنیم، ولی اینکه بدانیم بدون ورود به بادکوبه می توانیم به جورات برویم. جاده‌ای که از سرایی به طرف بادکوبه می رفت بعد از خروج از سرایی دو شاخه می شد و شاخه‌ای از آن بعد از گذشتن از مغرب بادکوبه منتهی به جورات می گردید. اما قشون ایران هرگاه بندر جورات را اشغال می کرد، چون بادکوبه در جنوب جورات قرار گرفته بود و برای رفتن از جورات به سوی جنوب راهی غیر از جاده مزبور که از مغرب بادکوبه می گذشت وجود نداشت، قشون تزاری در بادکوبه هر ساعت می توانست که رابطه قشون اسماعیل میرزا را با عقب قطع کند. اسماعیل میرزا دریافت که حتی اگر یک سرباز تزاری در جورات نباشد، اشغال آن با حضور یک قشون قوی تزاری در بادکوبه خطرناک است و رابطه قشون ایران با عقب به کلی قطع می شود و قشون تزاری در بادکوبه به قشون ایرانی در جورات حمله خواهد کرد و سربازان او از پای در می آیند و دست به دریا هم ندارند تا اینکه بتواند از راه دریا عقب نشینی کنند یا کمک بخواهند. این بود که نظریه مربوط به اشغال جورات را رد کرد. افسری دیگر گفت اکنون ما نمی توانیم جورات را اشغال کنیم، می توانیم که شهرها و قصبات ساحلی را اشغال نماییم و من تصور نمی کنم که ارتش تزاری در هیچ یک از آنها یک پادگان قوی داشته باشد. در جنوب بادکوبه تا سالیان شهرهای کوچک و قصباتی وجود داشت که هر یک از آنها یک بندر کوچک به شمار می آمد و سکنه آن شهرها و قصبات قدری زراعت می کردند و کرم ابریشم پرورش می دادند و غذای خود را بیشتر از دریا به دست می آوردند و انواع ماهی هایی که در دریای خزر وجود داشت در آن سواحل به مقدار زیاد یافت می شد. اسماعیل میرزا پیشنهاد آن افسر را برای اشغال شهرهای کوچک و قصبات ساحلی دریای خزر پذیرفت، چون اشغال آن شهرهای کوچک و قصبات ولو با جنگ صورت می گرفت برای اسماعیل میرزا و قشون او یک عقب نشینی آبرومندانه بود و می توانستند با سرافرازی مراجعت نمایند. به دستور اسماعیل میرزا قشون برای حرکت آماده گردید و راه بازگشت را پیش گرفت تا اینکه به ارباب وردی رسید. پس از وصول به آنجا اسماعیل میرزا متوجه مشرق شد تا اینکه خود را به منطقه ساحلی دریای خزر برساند و به طوری که پیش بینی می شد بعد از اینکه به منطقه ساحلی رسید آنجا را خالی از سربازان تزاری دید.
از آن به بعد اسماعیل میرزا بدون برخورد به مقاومت شهرهای کوچک و قصبات ساحلی را اشغال کرد و برای اینکه مسلم شود که آن نقاط تحت اشغال ایران است در هر نقطه یک پادگان به وجود آورد. اما اگر قشون تزاری برای پس گرفتن آن شهرها و قصبات کوچک دست به حمله میزد، آن پادگان‌های کوچک نمی‌توانستند از خود دفاع کنند و از پا در می‌آمدند و برای اینکه نابود نشوند، اسماعیل میرزا که امیدوار بود فتلی‌شاه یک ارتش نیرومند را وارد قفقازیه نماید، و رؤسای پادگان‌ها گفت اگر مورد حمله قرار گرفتید و متوجه شدید که نمی‌توانید مقاومت نمایید، عقب نشینی کنید و عقب نشینی شما یک اقدام موقتی خواهد بود و به زودی مراجعت خواهید کرد. برای اینکه ارتش ما در قفقازیه تقویت خواهد شد و ما خواهیم توانست که قشون تزاری را به کلی از قفقازیه اخراج کنیم. بعد از اینکه دوره دوم جنگ تزار و فتلی شاه شروع شد، یکی از جاهایی که فتلی شاه اشغال آن را ضروری می‌دانست شوشی بود و کرسی ولایات قره‌باغ یکی از مراکز بزرگ شیعیان در قفقازیه به شمار می‌آمد و به خصوص عزاداری سکنه شوشی در ماه محرم بین تمام مسلمین قفقازیه شهرت داشت. شوشی بزرگترین مرکز شیعیان در قفقازیه بود. فتلی شاه اشغال آن را از لحاظ کسب بچه ضروری می دانست، همان گونه که اشغال تفلیس حاکم نشین گرجستان را هم از لحاظ کسب بچه سیاسی لازم می شمرد. موقعی که اسماعیل میرزا بنادر کوچک واقع در سواحل دریای خزر را اشغال می کرد، عباس میرزا با اینکه از مرض نقرس ناراحت بود، شوشی را تحت محاصره داشت و چون توپ‌های ایرانیان نمی‌توانست که حصار شوشی را فرو بریزد و مدافعین هم که یک واحد از نیروی تزاری بودند پایداری می‌کردند و تسلیم نمی‌شدند، عباس میرزا در صدد برآمد که با حفر نقب حصار شهر را ویران نماید. می‌گویند به دستور عباس میرزا حفر 4 نقب را از 4 طرف شروع کردند و بعضی نوشتند که 2 نقب به دستور عباس میرزا شروع شد. از روز اول که حفاران ایرانی شروع به حفر نقب کردند، سربازان تزاری در شوشی فهمیدند که ایرانیان قصد دارند که با حفر نقب وارد شهر شوند یا اینکه دیوار را ویران نمایند، اما نمی توانستند از حفر نقب جلوگیری کنند چون نمی توانستند از شهر خارج شوند. فتلی شاه در آن موقع کنار رود ارس بود و از گزارش عباس میرزا اطلاع حاصل کرد که سربازان او می خواهند به وسیله حفر نقب دیوار شهر را ویران نمایند. خط سیر نقب به حکم اجبار طولانی بود چون ایرانیان نمی توانستند از مکانی که نزدیک حصار می باشد نقب را شروع کنند. در 28 ماه صفر 1242 هجری قمری، عباس میرزا برای فتلی شاه گزارش فرستاد که کار حفر نقب ها تا 3 روز دیگر پایان می رسد و بلافاصله حمله شروع خواهد شد. خود عباس میرزا می دانست باید شتاب کند که شهر شوشی زودتر سقوط نماید و اگر محاصره طولانی شود فصل جنگ خواهد گذشت و زمستان خواهد رسید. روزی که عباس میرزا آن گزارش را برای پدرش فرستاد، مدافعین صدای کلنگ را در داخل شهر می شنیدند. برای اینکه نقب ها که راجع به تعدادشان چندین روایت وجود دارد به دیواره رسیده بود و حفاران می‌خواستند که زیر دیوار را خالی کنند و در آنجا یک حفره بزرگ برای جا دادن باروت به وجود بیاورند. اولین اقدام ژنرال پسکوویچ بعد از اینکه فرماندهی نیروی قفقازیه انتخاب گردید این بود که برای نجات محصورین شهر شوشی نیروی امدادی بفرستد. 4000 سوار و 7 عرابه توپ از طریق پسکوویچ برای کمک به نیروی تزاری در شوشی فرستاده شد و آن سواران و توپا در روز 29 صفر، یعنی یک روز بعد از روزی که عباس میرزا آن نامه را به پدرش نوشت، به شوشی رسیدند. تا وقتی که سواران و توپا به شوشی نرسیدند، سربازان ایرانی از آمدن آنها بدون اطلاع بودند. نیروی امدادی توانسته بود آمدن خود را به محصورین اطلاع بدهد چون معلوم شد که محصورین در انتظار آمدن نیروی امدادی بودند. اطراف شوشی ارتفاعات وجود داشت و روس‌ها به وسیله آینه می توانستند از آن ارتفاعات با محصورین مربوط شوند و با علائم آینه خبرها را مخابره نمایند و حتی می توانستند از راه دور به وسیله علائم رنگین که یکی از قدیمی ترین وسایل مخابرات نوع بشر است و در خشکی و دریا مورد استفاده قرار می گرفته مخابره کنند.
مشروط بر این که پرچمها بزرگ باشد تا اینکه بتوانند از راه دور رنگ آنها را ببینند. وقتی نیروی امدادی به شوشی نزدیک شد، از طرف فرماندهی نیروی ایران قصوری روی داد. وقتی یک نیروی امدادی به کمک یک شهر محصور میرسد، وظیفه نیرویی که آن شهر را محاصره کرده این است که مانع از این شود که نیروی امدادی به کمک محصورین بشتابد، در صورتی که این اقدام به عمل نیامد. در روز 29 صفر که نیروی امدادی به شوشی رسید، درد ناشی از نقرس عباس میرزا را بیتاب کرده بود و نمیتوانست برخیزد و نه بر اثر شدت درد حال آن را داشت که به اطرافیان حرف بزند. او هم مثل عموی بزرگ خود آقا محمد خان قاجار از خوردن تریاک که یگانه مسکن مؤثر برای کاهش درد نقرس بود خودداری میکرد و میگفت تحمل درد بر من گواراتر از آن است که تریاکی شوم. روز قبل که 28 ماه صفر بود، حال عباس میرزا شدت نداشت و میتوانست با اطرافیان صحبت کند و نامه ها را بخواند و مهر نماید. و همان روز به طوری که گفتیم نامه‌ای برای پدر نوشت و اطلاع داد که نقب‌ها به زودی تمام خواهد شد. اما روز بعد درد نقرس شدت کرد و این از مختصات این مرض موذی است که درد ناگهان و به ظاهر بدون هیچ علت شدت می‌کند و بیمار را نه فقط از پا می‌اندازد، بلکه وی را از شدت درد بیتاب می‌نماید. در روز 29 صفر خود عباس میرزا بر اوضاع مسلط نبود تا اینکه بتواند فرماندهی کند.